دلم دلتنگ و من هم. شعری از طنز پرداز درخشان همروزگارمان هادی خرسندی. وطنم گفت پریشب که کجایی فرزند، چند وقت است که این سمت نیایی فرزند. گفتم ای جان وطن، من همه جا پیش تو هم، دمخور قصه تو، همدم تشویش تو هم. یکی از ملت 83 میلیون نفرم، از بد حادثه چندیست که در این سفرم. از همیشه به تو نزدیکترم ایرانم، فرصت بیشترم نیست خودم میدانم. هر کجا میروم البته که پابند تو هم، قلوه سنگی که به دامان دماوند تو هم. برگی از جنگل سرسبز فریباتم من، ماهی گم شده ای در دل دریاتم من. واژه ای تازه به تاریخ کهن سال تو هم، هر کجا می روم ای جان وطن مال تو هم. من سراینده این گربه ایران هستم، و از رها کردن این گربه پشیمان هستم. گربه جان، حیف که در رنج و بلا افتادی، گیر سگهای امامزاده عبا افتادی. چشم من در همه احوال به تو دوخته است، مثل شنهای کویر تو دلم سوخته است. در عوض جنگل تو تازه کند جان مرا، یاد تو جمع کند ذهن پریشان مرا. وطن اخبار غم‌انگیز تو سازد کسلم، با زمین لرزه تو لرزه بیفتد به دلم. خبر تلخ تو تلخی بدهد کامم را، سیل و سیلابه تو میبرد آرامم را. نه فراموش منی تو، نه فراموش تو هم. مادرم، منتظر گرمی آغوش تو هم. یاد تو شادی و اخبار تو غم آوردم، دو فراورده بیگان زهم آوردم. لشکر ظلم که بر خاک وطن تاخته است، خارج از خاک وطن کار مرا ساخته است. کوهای تو نماد غم پنهان من است، آب دریای تو در گوشه چشمان من است. دلم از داغ عزیزان تو جزغاله شده، شعر شادم هم مرثیه شده، ناله شده. تو هم ای جان وطن، گرچه چو من سوخته ای، چشم امید بر این نسل جوان دوخته ای. میرسد بار دگر نوبت دلشادی تو، بر سر بام جهان پرچم آزادی تو. ای وطن، با منی و باز تو را دلتنگم، روز و شب با غم دلتنگی خود در جنگم. واژه این نیست که توصیف کند حال مرا، پس ببخشید در این حال نکنال مرا. دوریت تلخ ترین فصل زمان است وطن، دل من تنگ ترین جای جهان است وطن.
دوریت تلخ ترین فصل زمان است وطن، دل من تنگ ترین جای جهان است وطن. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم از برنامه خبرها و نظرها از تلویزیون جهانی پارس در این روز پنجشنبه 11 مرداد ماه 2403 خورشیدی که برابر است با 11 اول ماه اوت یا آگست 2024 میلادی. خانم‌ها، آقایان، هموطنان، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. امروز بعد از مدت ها، یعنی مدت نه چندان طولانی ولی بعد از مدت ها، در محضر دوست گرامی و ارجمند و فرهیخته و دانشمند جناب آقای سعید محاسب هستم. قبل از اینکه صحبتم رو با ایشون شروع بکنم، تشکر میکنم از دوست عزیزم فریدون جان عزیز که لطف کرد و اجازه داد که من این ویدیویی رو که با آمیخته کرده با شعر بی‌نظیر هادی خرسندی و با این اجازه از طرف خود هادی و از طرف آقای فریدون فرهندوز، این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم. بی نظیره و مثل بقیه کارهای هادی خرسندی خیلی نمیدونم، انسان رو به فکر وامی داره و دل همه رو به درد میاره که مملکت اسیره چه واقعا عناصر بی سواد، دزد، قاتل، جنایتکاری شده. خبر مهم روز از بامداد امروز در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران در یکی از امنیتی ترین جاهایی که در ساختمانهایی که در تهران وجود داره. سه خبرنگار قدر از نیویورک تایمز، اکسیوس و یک رسانه دیگه به اتفاق بررسی که کردن معلوم شده که از 2 قبل یک بمب در این آپارتمان کارگزاری شده بوده و داستان حمله موشکی و ریزپرنده که از پنجره وارد شده و این گونه مسائل، اینها رو زیر سوال برده و نشون داده که با توجه به اینکه اسماعیل هنیه در مسافرت‌های مکررش به تهران در همین محل اقامت می‌کرده، اینها تونستن به طور قطع عواملی که اجازه رفت و آمد داشتن به این محل و به طور قطع کسانی هستن از سپاه پاسداران و غیر ذلک، اینها دست داشتن در کارگزاری این بمب و گفته میشه که با استفاده از هوش مصنوعی اون این بمب رو منفجر کردن و اسماعیل هنیه رو کشتن. و بعد خب شاهد گروهی از طرفداران رژیم و خب کسانی رو که همیشه رژیم داره که بیان و نشون بدن که جمعیت انبوهی هستند برای تشییع جنازه او در دانشگاه تهران، و در حالی که آقای خامنه ای رهبر عالی قدر با چندین محافظ محاصره شده بود، آمد اونجا و در واقع نماز گذاشت، نماز میت خوند برای جنازه هنیه و فرزند او رو بغل کرد و بوسید و وعده داد که تلافی اسرائیل باید منتظر یک انتقام
بسیار بسیار گسترده از طرف جمهوری اسلامی باشه. باید دید کار به کجا می انجامه. فعلا این خبر تمام رسانه های فراگیر جهان رو به خودش اختصاص داده. در زمینه انتخابات امریکا و مصاحبه‌ای که آقای ترامپ داشت و رفته بود به جمع خبرنگاران سیاه پوست و یک خانم خبرنگار که سوالاتی را از او مطرح کرد، مطابق معمول آقای ترامپ مسائل به اصطلاح مربوط به ریس و نژاد رو مطرح کرد و با تمسخر گفت که معلوم من نمیدونم این خانم که هندی الاصل و من از هندی بودنش خبر داشتم و فقط منافع هند رو تعقیب میکرد، حالا چطور آمده میخواد در مبارزات انتخاباتی شرکت بکنه و بعد نمیدونم میگه سیاه هم هست، نمیدونم حالا کدومای از اینا هست، که البته جمعی که اونجا بودن مسخره کردن و به این هم انعکاس خیلی زیادی داشت. مبارزات انتخاباتی بین خانم یعنی کاندیدای حزب دموکرات خانم هریس و آقای ترامپ ادامه داره. فعلا سر به سر هستن در بسیاری از آمارها و باید دید که تا این 90 و چند روزی که باقی مونده به انتخابات کار به کجا خواهد انجامید. من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم. میرویم به دیدار جناب سعید محاسب. با سپاس فراوان از اینکه با صبوری منتظر موندن تا این کلیپ مربوط به شعر هادی خورسندی رو با هم بشنویم و همچنین مقدمه ای رو که من قربان کردم. سلام جناب ماس. درود بر شما جناب حجازی، خوشحالم دو مرتبه با شما و بینندگان خوب شما هستم. خیلی ممنون آقای ماس. اولا سالگرد ازدواج شکوهمند شما رو با عسل عزیز تبریک میگم و بعد میخواستم قبل از هر چیز یک بررسی بفرمایید به موضوعی که تخصص اصلی جناب عالی هست. وضع اقتصاد امریکا رو به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا تورم مهار شده؟ آیا آماری رو که میشنویم از طرف اشتغال در مورد اشتغال ارقام درستی هست و گویای یک بهبود اقتصاد امریکا هست یا نیست؟ و اینکه گفته میشه علارغم اینکه گفته میشه تورم مهار شده، ولی هنوز گرانی قیمت ها مردم امریکا رو آزار میده. بگوش هست. ببینید جناب حجازی، اولا اینه که واقعیت در اینه که از سال 2020 تا مثلا کوارتر دومی که آخر جون بوده به اصطلاح آخر، حدود 19.5% قیمت ها برای کانسومر بالا رفته به طور متوسط، بعضی چیزا بیشتر بعضی چیزا کمتر. یعنی شما الان هر چیزی که میخواد بخرید حدود 20% 19.5% بگیم 20% بیشتر از اون چیزیست که قبلا در 3-4 سال پیش بود، که رقم بالاییست آقای محاسب. بله بله، رقم بالاییست، ولی این قابل توجیه به چندین دلیل. حالا ممکنه بعضی ها دوست نداشته باشن، بعضی ها بیشتر دوست داشته باشن، ولی از لحاظ اقتصادی شما بررسی بکنید، اولا که یه چیزی حدود 5-6 تریلیون دلار، شما عدد رو اگه در نظر بگیرید، وقتی ما میگیم 6 تریلیون 6 تریلیون یعنی یه چیزی حدود 700 میلیون نفر آدم، چه میدونم 500 میلیون نفر آدم در چین یک سال کار بکنن انقدر تولید میکنن، تولید خالص دارن.
یا برای ایران ما 300 بیلیون دلار میلیارد دلار ما جی دی پی مونه، یعنی 20 برابره، یعنی به اندازه 20 سال امریکا دو مملکت ایران 90 میلیون نفر کار بکنن که جی دی پی ایجاد بکنن، یک چیزی میشه در حدود این 6 تریلیون دلاری که در بیشتر از 6 تریلیون البته در اقتصاد امریکا اینجکت شد در دوران کرونا. این بدون شک ایجاد تورم میکنه. حالا آیا احتیاج بوده یا احتیاج نبوده، این عدد احتیاج بوده کمتر احتیاج بوده، اونا رو شما میتونید بررسی بکنین و هر کی از لحاظ یکی دموکرات یکی نمیدونم ریپابلیکنه یکی یه جور اقتصاد نگاه کنه، ولی آنچه مسلمه این عدد اینجکت شده به اضافه تمام پولایی که از طریق فدرال رزرو بانک نمیدونم قرضه های ملی که ایجاد شده و اینا همه استیمولس بوده که این اقتصاد رو بدار. این از یه طرف. از طرف دیگه مسئله زنجیره تولیدی یا این به اصطلاح سپلای چین، اگه خاطرتون میاد خب کشتی ها نمی اومدن از چین از اروپا، مال ما نمیتونستن برن، این اینتراکشنی که شده کارخونه ها که بسته باشن، پس مسائل مثلا را متریال و اینایی که دوری تولید میکنن تولید نمی کردن. خب وقتی تولید نکردن خب این چجوری بیاد بره، مثلا فرض کنید شما یه ماشین دارید، توی این ماشین یه دونه مثلا فرض کنید چیپ کوچولو برای یا یه دونه دلکو داره برای نمیدونم توی انجینش یا یه سیم داره برای توی انجین، این وقتی وجود نداره پس این ماشین تولید نمیشه. پس این مسئله عرضه و تقاضا به دلیل شکسته شدن زنجیرهای تولیدی ایجاد شده و اون سبب میشه که باز تورم ایجاد بشه. یعنی وقتی مصرف کننده تقاضا داره ولی تولید نیست، قیمت میره بالا. این آقای محسب این رو ناشی از عملیات حوثی ها میبینید شما؟ نه نه نه، ببینید این مسئله است که یه بیماری است که از دوره کرونا شروع شده. صحیح، متوجه. خب یعنی ببینید شما مثل که یه برونشیت گرفتید، این یه چراغ که نیست که بزنید خوب شه، این طول میکشه. حالا بعد از این مسائل که نگاه بکنید، در همون ساعتی که ما داشتیم ریکاور میکردیم شما مسئله اوکراین و روسیه بوده. خب یکی از مسائل بزرگ اینه که اونا گرین، گندم، جو، اینا اصل از اوکراین در تمام دنیا میره. اونا قیمتاش تا حدود 30-40% رفت بالا. نفته که از روسیه میاد و این مسائل دیستربنسی که در اروپا و اینها ایجاد کرده. بعد حالا شما دنبالش مسئله فلسطین و اسرائیل و حمله اونا و همون که شما گفتین هوتی ها و خطر اینها، و این هی مثل یه بیماری که یه دور تسلسل، دور باطل، و مثل این که شما مثلا برونشیت دارید هی روش یه مریضی دیگه میگیرید، روش یه مریضی، این خوب نمیشه. حالا در اینی که این 20% رفته بالا شک نکنید، در اینی که اگر شما حقوقتون بوده 3000 دلار با 5000 دلار، اجاره خونتون شده از 2000 دلار به 3000 دلار، خرج غذاتون از نمیدونم 500 دلار شده 700 دلار، ماشینتون گرونتر شده، اینا این طبیعتا برای افراد عادی این فشار به خانواده و بودجه خانواده و نوع زندگی و اینها میرسونه. یعنی این طبقه متوسطه. بله، طبقه متوسط و فقیر. یعنی شما وقتی میرید یه چیزی رو میخریدید 100 دلار کاسکو، حالا میرید میشه 200 دلار، این طبیعیه، این زیاده، این فشار میاره بهتون. حالا یا میرید برند دیگه میگیرید یا به اندازه کافی نمیخرید یا اینا، یه کارایی باید بکنید که این رو چیز بکنید. نکته در اینجاست. پس این واقعیت که انقدر بالا رفته، اما از اون طرف مشکلاتی که به وجود آمده که الان خیلی از اقتصاددونا رو کانفیوز کرده، یعنی یه دوگانگی عجیب و غریبی شما میبینید که من هیچ موقع همچی دوگانگی رو در این چند سال ندیدم. اولا اینکه معمولا وقتی که شما اینترست ریت رو میبرید بالا، یعنی بهره رو که دیدید یه هایی انقدر بردن، سرعت این اینترست ریت رفت بالا، سرعت رفتنش بالا سبب شد که مثلا ریال استیت مارکت یه هایی بسته شه. بله.
یعنی خب الان شما اگه این خونه رو دارین، این خونهتون 1 میلیون میارزه، اگه شما اینجا دارید ماهی 3000 دلار میدید، همین خونه رو بفروشید برید یه خونه دیگه بازم 1 میلیون دلار بخرید، با 6000 دلار ماهی بدید، دو برابر. خب پس بس چی برید؟ کسی خونهش رو نمیفروشه. اونی هم که میخواد بخره اگه قبلا از لحاظ حقوقش با 3000 دلار کوالیفای میشده بره این خونه رو وام بگیره، این خونه رو بخره، حالا باید دو برابر داشته باشه، یعنی باید 6000 دلار بتونه بده، ولی حقوقش که دو برابر نشده در عرض 4 سال. که پس این یه مسئله بلاکجی ایجاد کرده. در ببینید، معمولا یکی از عواملی که تورم رو پایین میاره مسئله کار و لول بیکاریه. یعنی ما الان لول بیکاری هست، الان اومده بالا به 4.1% رسیده آخرین عددی که بود، ولی این عدد زیر 4% یه عدد عجیب غریبیه که مثلا فرض کنید در 30 سال اصلا سابقه نداره اینقدر طولانی این آنیمپلویمنت به اینطور بمون. ولی الان که ما میگیم داره اقتصاد بهتر میشه به گفته ای، دلیلش این است که مردم دارن کارشون از دست میدن. یعنی با وجود این، اگه از بیرون بخواید نگاه کنید میگید چرا در سپتامبر داره فدرال رزرو بانک میخواد بهره رو بالا ببره؟ به دلیل اینکه آنیمپلویمنت بالا رفته و تورم پایین آمده. آنیمپلویمنت که بالا بره یعنی مردم بیکار شدن، یعنی بیکاری مردم رو که ما فکر میکنیم بده یه چیز خوبی تبدیل شده که ما فکر میکنیم اقتصادمون بهتر شده. یعنی فاندمنتالی اقتصاد امریکا از لحاظ فاندمنتال با اون عدد و رقم هایی که میبینیم، حالا بعضی ها هستن کانسپیرسی تیوری دارن، بعضی ها باور میکنن، آره بعضی عدد ها رو منیپولیت میکنن به خصوص در دوره های انتخابات. میدونید مثلا من همیشه میگم آمار نسبت، یعنی که من سوال چه جوری بکنم جواب شما تفاوت میکنه. من فرض کنید به شما بگم آقای حجازی شما آیا حاضرید برید و به چه میدونم جنگ بکنید با ایران و همه رو از بین ببرید؟ خب طبیعتا جوابش نه است. آیا حاضرید که برید جنگ بکنید اینا بمب اتم زدن و مثلا 100 میلیون آدم رو در دنیا کشتن و دارن بازم میکشن؟ آیا حاضرید؟ حالا خب جوابتون تفاوت پیدا میکنه، یعنی نوع سوال جواب رو در دست. این آمارا همیشه میتونن یه مقدار اون چیزی که پرزنت میکنن متفاوت، اما آنچه مسلمه در 2022 2021 ما حدود 12 میلیون کار در امریکا پست بوده، یعنی کاری که آماده است یکی بره بگیره، یعنی تقریبا برای هر آدم میشه 1.9 کار، 1.8 کار، یعنی شما هر آدمی که میخواد دنبال کار بگرده 1.8 کار واسه شده، دو تا کار واسه وجود داره، دو تا کار واسه شده. البته اینم باز میشه نگاه دقیق تر کرد. الان زیر 8 میلیون کار بازه، یعنی برای هر آدمی که دنبال کار میگرده 1.2 کار وجود داره، بازم هنوز بیشتره. منتها چندین مشکل داره اینجا. اولا اینکه مسئله اینه که ما در یه اقتصادی هستیم که در حال تغییره. یه امر اصلیش جنزیه، یه امر اصلیش این هوش مصنوعیه و نوع کارهایی که داره باز میشه و اینا تفاوت داره پیدا میکنه. یعنی ما الان اون آدمایی که داریم به این کارا نمیخورن، یا اینه که میخورن ولی انتظارشون از اون درآمدی که این کار بهشون میده کمه. یعنی میگن آقا من دنبال کار میگردم، خرج زندگی مای 10000 دلاره، چرا؟ برای اینکه قبلا کار دیگری داشتم، مهندس بودم، فلان بودم، اینقدر درآمد داشتم، پس خونم بدهکاریش اینقدر، ماشینم، دوتام بچه دارم، بچه هم کالج میرن، پس خرجم اینه. حالا کار هست، منتها این کار برای ویترسیه توی مثلا فرض کنید یه دونه رستوران، برای تو مکدونلدز، برای کارگر کارخونه، برای موقت و بیاتیه. بله خب این پس برای این کار نمیکنم، پس من آن ایمپلوید هم. حالا شما نکته این بود که الان کجاست اقتصاد الان ببینید، ولی در همین نکته که بگید از اول سال تا حالا 32 دفعه
مارکت بازار سهام رکورد زده در بله ان در چیزا در در داو در نمیدونم اس ان پی در راسل در انواع مختلف. یعنی شما بیگ بیزنسی رو که میگید چیزه هیچ وضعش خراب نیست، همشون پروفیت هاشون یعنی امسال میگن از اول سال تا یه چیزی بین 11 تا 17 درصد سوددهی شرکت های اس ان پی 500 که بازار سهام بالا میره، 17 درصد 11 تا 17 درصد عدد کمی نیست. اما بله آیا من و شما به عنوان شهروند معمولی و میدل کلاس 11 تا 17 درصد درآمد اون بالا رفته؟ نه. پس این اشکال از این است که آیا مردم واقعی احساس میکنن که اقتصاد بده 100% و آیا بازار سهام و غیر و ذالک اینو میبینن به عنوان بد یا به عنوان که در 10 سال گذشته جناب حجازی، در 10 سال گذشته 42 تریلیون دلار، توجه بفرمایید، تریلیون، 42 تریلیون دلار به سرمایه 1% بالای دنیا اضافه شده. عجب. 42 تریلیون دلار، توجه بکنید تمام جی دی پی دنیا، یعنی تمام تولید 8 میلیارد ناخالص نفر آدم دنیا رو بگیرید کار بکنن، در سال هست 105 تریلیون، 107 تریلیون، الان 107 تریلیون، حدود 77-78 تریلیون بوده در 10 سال پیش. یعنی از 10 سال پیش تا به حال تمام جی دی پی دنیا 30 تریلیون رفته بالا، 30 تریلیون در این 10 سال رفته بالا، ولی سرمایه 1% که بالاترین پولدارای دنیا بودن 42 تریلیون رفته بالا. پس یعنی ولت، یعنی سرمایه شیفت کرده از پایین، ثروت شیفت کرده، آمده از پایین به بالا. یعنی اونا فقیرتر شدن، اونا به اندازه 12 تریلیون دلار اگه بخواد بگه، اگه بگیم تمام آب رفته اینقدر بالا، اونا رفتن بالاتر، اینا آمدن پایین تر، که این متوسطش اینجا شد. اگر اجازه بدید پیام های بازرگانیمون رو بشنویم، بعد راجع به صحبت هایی که از طرف رئیس بانک مرکزی میشنویم که قرار شده که نرخ بهره رو بیاره پایین و اثرات احتمالیش میخواستم خواهش کنم صحبت بفرمایید. بینندگان گرامی با ما باشید تا چند لحظه دیگه. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، هوارایلند، دوبروونیک، رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس و همراه با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 15 آگست. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز
از پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیلویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیلویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیلویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیلویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. بینندگان گرامی، در خدمت جناب سعید محاسب هستیم و صحبت‌های ایشون راجع به وضع اقتصاد و سوالی که مطرح کردم قبل از آگهی ها. جناب محاسب، سخنان رئیس فدرال ریزرو بانک مرکزی و اینکه میخواد به تدریج شروع کنه نرخ بهره رو پایین بیاره، تا چه حد میتونه مؤثر باشه به بهتر شدن بازار مستغلات و سایر اموری که مردم به اصطلاح طبقه متوسط باش روبرو است؟ همونجوری که گفتید، دیروز این آقای پاول آمد چرمن فدرال رزرو و این سیگنال رو داد، که البته این سیگنال بازار سهام و اینا اینو حساب کرده بودن که این اتفاق میفته، فقط حالت منفی داشت بیشتر تا مثبت. اگه ایشون بگفت نه ما نمیخوایم، یه جوری اون چیزو داد که بله ما تا سپتامبر یه کاری راجع به این بهره میکنیم. ببینید، اول اول خوبه واسه اقتصاد 100%. بازار سهام، بازار سهام تقریبا از قبل این مسئله رو توی رشدش گرفته. همونجوری که شما میبینید، اگه نگاه بکنید در چندین هفته اخیر، شما میبینید 400 پوینت میره بالا، 500 پوینت میاد پایین، 300 پوینت میره بالا، 400 پوینت میاد پایین. این پروفیت تیکینگه بیشتر، یعنی دارن سودشون رو ور میدارن، به خصوص اینوستورهای بزرگ. یعنی اینوستر کوچیک الان فقط میتونه به دلیل ترس بیاد بیرون بوازه. اینوستر بزرگ میدونه چی کار بکنه، داره اینو میاره پایین، بعد میاره بالا، دوباره میاره پایین. و این اتفاقا به نظر بعضیا بد نیست. یعنی مثل اینکه شما وقتی میخواید یه ساختمون بسازید،
این زیرش رو صفرکاری که میخواید بکنید، میان دیدین مثلا آب میزن بعد میکوبن بعد دو مرتبه آب میزن بعد میکوبن، بعد این لیر 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 صفرتر میشه. اقتصاد هم همینجوریه، اگه یوی بره بالا این وسط خالی باشه و اصلا پایین نیاد این خیلی بیشتر میفته. اینه که یواش یواش، اینه که اینجوری اینجوری میره بالا، مثل یو یو یواش یواش سیکلیکال میره بالا. برای اقتصاد اینه که این پایه رو درست کرده، یعنی چیز شده به اصطلاح، ببینید اگه اینجوری بره بالا فقط خطرش بیشتره تا اینکه اینجوری بره بالا. نمیدونم دکتر مشرف، پس بنابراین الان این مسئله و فکر میکنم بیشتر از یک کوارتر پوینت یعنی 25 صدم هم پایین تر نیارن. آیا اثر مثبت در بهره خرید خونه ها خواهد کرد؟ بله، پایین اومده حتما میاد. چقدر پایین میاد؟ حالا مثلا الان 25 صدم اونا بیارن دیگه ماکسیموم میتونه 7 پوینت بیاد پایین، 50 پوینت که نمیاد پایین. یعنی کمک میکنه به باز شدن ریال استیت یه ذره، یه کمی نه خیلی. یعنی شما از فرض کنید 6.5 الان دارید، مثلا 7 دارید اینترست ریت میدید، این از 6.5 بشه 6، این نیست که شما یه هایی مثلا مایی 500 دلار براتون بیشتر میشه ریتتون کمتر، مایی 50 دلار میشه. یعنی اون تأثیری که ما بخوایم بگیم که در سیستم اقتصادی بکنه تأثیر اونجوری نداره، ولی تأثیر میذاره. ولی سیگنال خوبی است برای اینه که در سال آینده چطور میشه. سیگنال خوبی است که این تورم الان حدود 2.6-2.8 نسبت به اینکه شما کور رو بگیرید نگیرید چجوریه، کانسومر سنتیمنت یعنی اون چیزی که مردم احساس نسبت به اقتصاد میکنن مثبت بودنش تقریبا فلته، یعنی نه بالا میره نه پایین میاد. اما جالبی در اینجاست که اگر شما سی او های مثلا فرض کنید کمپانی های بزرگ، این مکنزی یه آمارای میگیره استادی میکنه بسیار جالبه، یعنی مثلا خیلی هاشون به قریب اتفاق مثلا 60% میگن آینده بهتر از 6 ماه قبله، پس یعنی دیدگاه مثبت داره. اما در ضمن میگن آینده به احتمال 48% مثلا فرض کنید ریسیشن میشه. خب چطوری شما این دو مسئله رو میگن بهتره ولی ریسیشن میشه؟ یعنی چیز اینه که اگر اینه که این پایین بیاد بعد بالا رفتنش خیلی بهتره. شما از لحاظ کاری گفتید که چطوره. ببینید آیا این بالا رفتن آن ایمپلویمنت واقعیه یا نه. من در هیئت مدیره یه شرکتی هستم که اینا در تمام دنیا به اصطلاح استافینگ بزنس هستن، پلیسمنت دارن در همه دنیا و ما کاملا میبینیم که شرکت های بزرگ هم لیافشون بیشتر شده و هم اینی که استخدامشون کمتر شد. این 100% درست. یعنی من سمپلی که دارم 50 تا شرکت متفاوت بزرگ امریکاست داره، این استخدامشون کم شده و رد کردنشون هم بیشتر شده، آدم ها رو رد میکنن. پس این واقعیت داره، این نمیتونید. واقعیت دیگه اینه که این 20% که من خدمتتون کنم، نکته اینه که بعضیا تصورشون بر اینه که اگر اینه که فرض کنید که این فدرال ریزرو بانک بیاره یک کوارتر پایین یا دو تا کوارتر بیاره پایین، یا سیستم عوض بشه، پرزیدنت بشه خانم نمیدونم کاملا یا بشه آقای ترامپ یا بشه اصلا آر اف کی، هر کسی، این 20% که او رفته بالا بر نمیگرده. یعنی شما نمیتونید پیدا کنید که یک کسی بیاد بگه آقا ما رنت شما 30% 28% رفته بالا، حالا از فردا صبح چون اینا یک کوارتر پرسنت بره رو آوردن پایین، ما رنت شما رو که 3000 دلار میکنیم 2000 دلار. همچه اتفاقی نمیفته. آقای محاسب، این جریان پرایس گاوجینگ، این کسانی که قیمت های که رفته بالا و اینا رو گرفتن، ولی الان با توجه به این که قیمت ها میتونه پایین تر بیاد نمیارن پایین، و این وعده هایی که توی این انتخابات میشنویم، آیا
عمدی هست که اینا رو یخشونه بگیرن و نخه وعده هایی که اینا میدن همه پرت و پلاس، اصلا همچی کار ما توی اوپن مارکت سیستم هستیم و همچی چیز نمیتونن بکنن. آره میتونن یک کسی رو که بلانتلی یارو داره سر مردم کلا میذاره رو بکنن، اما شما چطوری میتونید بگید که 17% دارن پروفیت نشون میدن شرکت های بزرگ به طور متوسط؟ چطور میشه اگه اینفلیشن اینقدر بالاست؟ یعنی باید اقلا اگه فرض کنیم مثلا اینفلیشن 9%، اگه اینفلیشن 9% بود که الان 2.6% 2.8% چطوری اینا 17% پروفیتشون بالا رفته نسبت به این؟ خرید مردم کاملا بالا نرفته، این مشخصه، مقدار خرید مردم بالا نرفته. پس شما ما با تفاوت اینا رو بگیرید 100% دارن میگن گفتن اینفلیشن آمدن بردن. و یه کار دیگه که میکنن بهش میگن شرینکفلیشن. شرینکفلیشن یعنی میان سایز یه پروداکت رو که دارن، مثلا پراکتور اند گمبل میاد این آب رو به شما میخواد بفروشه، این آب رو سایز این بطری رو کوچیک میکنه، پس شما همون قیمت به شما میده. الان این رو به کرات آدم میتونه ببینه تو اجناسی که میخره. یعنی شما تصورتون بر این است که آه قیمته مثلا فرض کن چیزی، ولی نه اینجوری نیست. دارن بهتون کسی نمیتونه، هیچ دولتی کنگره نمیتونه بیاد به شما بگه چرا شما سایز پروداکتتون رو کوچیک کردی. میگه دلم خواسته. آقای محاسب، وقتی که ما مدرسه میرفتیم در عهد بوق 50-60 سال پیش درس اقتصاد میخوندیم، صحبت از این بود که بانک مرکزی امریکا یا فدرال ریزرو کاملا مستقل هست در تصمیماتی که میگیره و مسائل سیاسی و کار احزاب و اینا روش اثر نداره و رئیس بانک مرکزی برای مدتی انتخاب میشه که با تغییر رؤسای جمهور در اون تغییر ایجاد نشه. الان چه جوری وضعیت در اون بود؟ ببینید، خب شما میگید بالاخره اینایی که تو این فدرال رزرو بانک کار میکنن آدمیزادن. بله. یعنی یه سریشون ببینید، اولا که 12 تا اینا پرزیدنت دارن. ما میگیم بله. پاول فلان اینا، ولی اینا 12 تا ریژن های مثلا شیکاگو، اتلانتا، نمیدونم اینا هر کدوم ریژن های مختلف دارن که اینا با هم میشینن و بحث و گفتگو میکنن و به این نتیجه میرسن که 0.5% بره بالا یا 1% بره بالا. اگه اینا موافقت بکنن این میره، اگه موافقت نکنن نمیره. و خب فکر کنید هر کدوم از اینا از یه دانشگاهی میان، از یه خانواده میان، بعضیا پول دارن، بعضیا بی پولن، بعضیا دموکراتن، بعضیا ریپابلیکن. بس اینی که ما کاملا فکر کنیم که این دو از هم جداست نمیشه. مثلا شما فرض کنید که سیستم کورت امریکا رو میگن جداست، ولی خب الان شما نگاه کنید سوپریم کورت، میگیم اینا کانسرواتیون اونا لیبرالن. خب پس یه دیدگاه خودشونو میارن توی سیستم تصمیماتش. اما آیا الان این کارهایی که دارن میکنن و شده موتیویشن سیاسی داره؟ من گمان نمی کنم. یعنی هدف فدرال رزرو بانک ایجاد اقتصاد سالمه، برای که هر کدوم بیان فرقی نمیکنه، بالاخره امریکا مملکت همه است، تفاوتی نمیکنه. درسته که اینا هارت و پورت میکنن، اونا هارت و پورت میکنن، ولام میکنن، ولی آخرش باید مملکت از دید ساختار اقتصادی سالم باشه تا بتونن چیز بکنن. یه سری کنترل های دیگه ای دارن که کنگره داره. اینی که مثلا فرض کنیم ما چقدر بدهکاریمون بره بالا، چقدر بدهکاریمون بیاد پایین. ببینید در 8 سالی که آقای ترامپ و آقای بایدن بودن روی هم رفته، تقریبا بیشتر از 35-40 تریلیون دلار بدهکاری اضافه شده. بله متوجه. حالا ما اون مال چیزشو میذاریم کنار، مال کروناشو میذاریم کنار، برای اینکه تفاوتی نمیکنه، هر کی بود همون میشد. یه سریش تو دوره آقای ترامپ شد، یه سریش تو دوره آقای بایدن شد. اونم اگه بذاریم کنار، باز یه چیز عجیبی غریبی بالا رفته. در هر دو دوره بالا رفته. یکی مال دوره آقای ترامپی بود که بالا رفت به دلیل تکس بنفیتی که ایشون ایجاد کرد.
یه در دوره آقای بایدن یه سری برای اینکه بتونن به استودنت لونا رو بدن و کارهای این تیپی. یعنی حالا شما میگم باز اگه دموکراتید یا ریپابلیکنید یا جمهوری خواهید از هر کدوم میاد ممکنه یه یکیشو دوست داشته باشید یکیشو دوست نداشته باشید، ما به اون کاری نداریم. داریم میگیم واقعیت این اکشن هایی که انجام شده به این کانتریبیوت کرده. نقطه بزرگی که الان خیلی ها میگن و این نه اینی که در 2 سال آینده، در 20 سال آینده، این سطح بدهکاری امریکا مشکل بزرگیه. مثل در سطح ورشکستگی داره میرسه. یعنی شما یعنی از هر یه دلاری که در میارین یه دلار 35 سنت خرج کنید، خب نمیشه، بالاخره در یه جایی عملی نیست. زمان کلینتون این خیلی پایین آمده بود آقای. زمان کلینتون پایین آمده بود، البته آقای کلینتون کار مثبت زیاد کرده بود، ولی ایشون یک اقتصاد سالم از آقای جورج بوش پدر گرفت و البته اینو هیچ موقع اکنالج نکردن، ولی جورج بوش پدر هی بیچاره میگو آقا ما تو ریسشن نیستیم و از اقتصاد خوبه، آقای کلینتون میگفتن است اکانومی استوپید. خلاصه اونجوری که این مسئله، وگرنه چطور میشه شما روز اول بیاید 20 ژانویه بیاید تو آفیس یا تمام دنیا شکوفا بشه از اقتصاد، هم چیز نمیدونی. ولی ایشون شانس هم آورد و به دلیل اقتصادی که در اون موقع خیلی رفت بالا، خب تکسیشن بهتر شد و هزار یه چیز بهتر شد، خب بله، و پالیسی درست هم انجام دادن که اووردن یه مقدار، یعنی نمیشه اون رو کردیت بهشون نداد. پالیسیشون هم یه سری درست بود که اینا رو بیشتر خرج نکردن، اومدن چیز کردن. یعنی در اون زمان آقای کلینتون چون بیزنس فرندلی هم بود، مثلا اینجوری نیست که فقط یا مثل پروگرسیو یا چی میگن یا کامل کامل این و یا کامل میانه رو و این است که خب این درست داری. از اون به بعد تقریبا همش در دوره آقای ریگان هم یه مقدار این بالا رفت، نه انقدر. آنچه مسلمه یه مقدار هر کدوم که آمدن یا تو دیفنس گذاشتن زیادی یا تکس چیز داشتن یا چیزای دیگه داشتن، ولی خطر سوشال سکیوریتی و مدیکل بسیار خطر بزرگیه که اینها هیچ کدوم پول ندارن. یه دلیل اصلیش هم اینه که یه سری الان تو این گیگ اکانومی به اصطلاح کار میکنن، اینا تو سوشال سکیوریتی نمیدن. خب وقتی بچه شد چی میشه؟ یه ایشوی دیگه ای که من خودم به شخصی یکی دوتا مقالم راجبش نوشتم، این آقای اسمش خاطرش نمیاد، فلینک فکر میکنم مال بلک راک، ایشون هم یه چیزایی راجع به این مسئله بعدا نوشته. ببینید ما این همه مردم خرج میکنن که پزشکی و اینا رو درست بکنن که شما طولانی تر زندگی بکنید، ولی سیستم استراکچر سوشال سکیوریتی ما یه جوریه که خرابه. مثلا شما الان بخواید برید خونه بخرید، آقای حزازی بله. شما بخواید برید خونه بخرید، به شما وام نمیدن، میگن که شما درآمد W2 که کارمندی یه جایی باشید ندارید، بله، پس بهتون وام نمیدن. در صورتی که شما 40 سال 50 سال همه پیمنتاتون رو سر وقت دادید، همه کاراتون رو درست کردید، همه چیزاتون رو درست کردید، ولی به شما نمیدن. آرگومنتشون اینه که شما چون درآمد دارید نمیتونید خرج خونتون رو بدید، پس کاری که میکنن میان بهره شما رو هم میبرن بالا. یعنی اگه شما مثلا قرار بوده خونه رو بخرید 1 میلیون، باید 3000 دلار کس دیگه میده، باید شما 6000 دلار بدید، پس بیشتر باید پول بدید. میگن شما درآمد ندارید، پس باید بیشتر بدید. پس این همه خرج میکنن که مردم از لحاظ بهداشتی و نمیدونم هلت کیر و فلان اینا بیشتر طولانی در زندگی بکنن، ولی اون دورانی رو که زندگی میکنن در چیز نیستن که آقا این باید این درست زندگی بکنیم، بعد بخ خوب بیچاره چجوری زندگی بکنه وقتی شما سیستم بانکیتون مخالفه. بعد میان چیکار میکنن؟ میگن شما بیاین ریورس مورگیج بگیرید. یعنی ریورس مورگیج یعنی چی؟ یعنی یواش یواش پول خونتون رو بدین به من بانک، بله، یعنی دارن از ورثتون هم یه جوری جیب ورثه رو میزنن. آقای محاسب، این برنامه
بودجه کلانی که گذاشتن برای که البته همونطور که اشاره کردید موجب بالا رفتن قرض امریکا میشه، برای بازسازی انفراستراکچر یا زیربناهای در واقع که نیاز داره به بازسازی و تعمیر تا چه حد میتونه در ایجاد کار و گردش اقتصاد کمک بکنه؟ ببینید آقای حجازی، سوال بسیار خوبیه ولی باید یه مقدار کانتکست نشون بدیم. ببینید اولا که در دوره مثلا فرض کنید 70s 80s 90s، اینایی که چه میدونم از جنرال موتور شما بگیرید تا چه میدونم اینتل و پینتل و فلان، اینا هی اومدن آدم ها رو رد کردن برای اینکه سی او گفت من باید استاک بازار سهام، قیمت سهام من بره بالا، برای اینکه قیمت سهام من بره بالا باید سوددهی رو بیشتر کنم. خب من نمیتونم یه آدم امریکایی رو بیارم به جای اینکه ساعت 50 دلار بهش بدم ساعت 2 دلار بهش بدم، که خب پس باید یک از یه جا بیارم اینو. کجا بیاریم؟ بریم چین، بریم تایوان، بریم فیلیپین. خب این پس یک تصمیم مشخصه سی او ها بوده به دلیل که بونس خودشون، سرمایه خودشون، همه اینا نسبت به اون قیمت اون سهام بالا پایین میرفته و این کارو کردن. یعنی کسی نیومده، چینیا نیومدن هفتیر بذارن رو کله امریکایی ها بگن آقا شما تمام کاراتونو بفرستین اینجا و اینجا فلان بشه. خب حالا کردیم، درسته؟ این یه مقدار بدون به دلیل فشار وال استریت که این پروفیتیبیلیتی بره بالا این الان انجام شده. یعنی یه جوری این یه بیل اوته، یعنی دارن به طور کلی این پولایی که تزریق دارن میکنن که آقا مثلا فرض کنید یه 52 بیلیون دلار بوده برای مال انفراستراکچر چیپ و اینا بله. یه نمیدونم چیزهای دیگه بوده، اینا دارن بیلات میکنن یه سیستمی رو که در عرض 50 60 سال به دلیلی که میخواست بازار سهام بره بالا و فلان بشه و یا سطح زندگی مردم بهتر بشه، شما اگه یه 2 دلاری به جای 50 دلاری 40 دلاری 30 دلاری بدید به یه انجینیر تو هند، خب اون کاری که میاد اینجا توسط بازار در بازار مردم من و شما این قیمتش پایین تر میشه، پس ما سطح زندگیمون بهتر میشه، ما داریم جنس ارزون تر میخریم، پس به قول اینا disposable incomeمون اون چیزی رو که داریم که جایی خرج بکنیم درآمد قابل استفاده. با. پس نتیجه چیز در اینه که آیا پس اینا دارن ریکاور میکنن بعد، این یه حالت شاید دیفنسیو داره یا آفنسیو داره، هر کدوم بخواد بگید. یعنی الان یکی هم مسئله تعرفه که دارن میذارن که حالا هم آقای بایدن اومده همون سیستم رو درست کرده، هم آقای ترامپ درست کرده که بریم مثلا ما فرض کنیم که چینی ها رو بیایم 100% رو ماشین الکتریکشون تعرفه بگذاریم. خب من چیزی ندارم که آقا چینی ها دارن خیلی قوی میشن، ولی اینا یه شبه که نشدن که. ولی خب وضع خود چین هم الان اون سرعت پیشرفت و شکوفای اقتصاد، بله به جای 8% الان داره 5% میره، خب ما 2.5% میریم، هنوز دو برابر ماست. عجب. پس این ساختمون سازی ها و اینا که متوقف شده اون مسئله به دلیلی که اونم از دوره کرونا که شد. ببینید چینیا اول میان پول میدن که شما برید اون ساختمون رو بسازین، بله، اینا مردم در سال مثلا فرض کنید 2018 2019 رفتن به این دیولپرها پول دادن که آقا این ساختمونا رو بسازین، این ساختمونا به دلیل اینکه تمام کار کانستراکشن خوابید بعد از کرونا ساخته نشد. خب اینا که پولاشون رو دادن اومدن گفتن آقا پولای ما چی شده، شما نه ساختمون دارین نه فلان دارین، اونام که دارن خرجشون رو میکنن بس پولاشون تموم شده. بله وضع پیچیده ایه. به اضافه این که اصلا اصولا در چین الان مقدار خونه ای که ساختن برای افراد از مقدار کسایی که میتونن خونه بخرن بیشتره، یعنی عرضه بیشتر از تقاضا، برعکس ما در امریکا تعداد خونه های به همین دلیلی که رنت میره بالا خیلی بله. رفته بالا، تعداد خونه هایی که داریم اویلیبل از تعداد کسایی که احتیاج به خونه دارن کمتره. آقای محاسب 2 دقیقه وقت داریم، نظرتون راجع به انتخابات امریکا چیه؟ به کجا میره؟ نظرم اینه که یه جورایی خرطوخر آقای ببینید آنچه مسلمه
با خانم آمدن خانم کاملا هریس یک بوری در این مسئله خورد، یعنی ورق یه جوری بر خورد. خیلی به نفع بایدن شد با اقدامی که کرد، اینطور نیست؟ به نفع شد ولی کاش که زودتر میکرد. یعنی اگر من بودم، من فکر میکنم ادوایزرهای ایشون یه ذره نظر سوء داشتن. یعنی چی؟ یعنی ایشون یهویی که نشده اینجوری شده، یه سال دو سال اینجوری شده داره میشه. بله. از لحاظ اینی که به مملکتشون به اصطلاح لویالتی داشته باشن به جای که به خودشون، اینا گفتن ادوایزرها خب همینو پوش میکنیم، ما هم که داریم الان کارا رو انجام میدیم. خب پس ما واقعا یه سری ادوایزر بودن این کارا رو انجام میدن. حالا من نمیدونم خانم جیل بایدن هم بوده، نمیدونم خانم هریس فکر میکنم بوده، اینا داشته هم کنترل میکردن، داشته میگن آقا اینو میذاریم بشه، بازم ما کنترلمونو میکنیم. خب این مشکله. اینی که رفت طبیعتا به نظر من کار درستی بوده، برای اینکه ایشون اصلا دیگه قابلیت کنترل یک همچین تصمیمای چیزو نداره. آدم خوبیه، خب باشه، خیلی آدم خوبیه. بله آدم سالمی است. بله حالا میگم حالا آدم خوبیه، ولی خیلی آدمای خوبیه. دلیل مادر منم آدم خوبی بود، دلیل نمیشه که بیاد مملکت امریکا رو ران بکنه. نکته در اینجاست که الان با آمدن خانم کاملا هریس و ایشون و آقای ترامپ این بور خورده. نوع سیستم انتخاباتی که یعنی جنگی رو که برنامه ریزی رو که گروه جمهوری خواه کرده بودن بر اساس بودن آقای بایدن بوده، این الان یه ذره داستان رو تغییر داده. بله. و این تغییر داستان به نظر من تا یه دو سه هفته دیگه اینا فیگورات میکنن، اینا آدم های احمقی که نیستن، ولی باید تبلیغاتشون رو عوض کنن، باید کلی خرج کردن، تبلیغات کردن، فلان کردن، پوزیشن کردن. 30 ثانیه وقت داریم آقای. این است که به نظر من هنوز قضاوت زوده. یعنی اینایی که میگن در پنسیلوانیا خانم کاملا هریس جلو رفته و اینا همه اول آشناییمون حرفا چه عاشقونه بود. بله. ببینیم که حالا در یکی دو ماه آینده چه میشه. یعنی نزدیکتر باید بشه. بی نهایت سپاسگزارم مثل همیشه از شرکتتون در برنامه. سوالات زیاد و فرصت مثل همیشه محدود. خوشحال شدم که خیلی ممنون باید. از لطفتون، از شرکتتون در برنامه، اظهار لطفی که دارید به من، از بینندگانی که لطف کردید این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و در پایان از امیر شهرتی کارگردان فنی برنامه. با فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.